بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. دست زن حلالی خود را در کوچه داشته راه گردی گناه است؟ یعنی مردی که اگر با همراهی زن خودش اگر در کوچه دستی او را می قپد راه می گردد، آیا در اسلام همین گناه است یا نه؟ رسول اکرم می گوید الحیاء کله خیر، داشتن زن، دست زن و داشتن شوهرش گناهی نیست، لیکن نه در کوچه. در کوچه داشتن دست زن یا از میان او داشتن یا از گردن او داشتن، این عادت مردم مسلمان نیست. ما البته تشبیه به آن مردم کافر و مجوسی و یهودی که امروز این عادت دارند باید تشبیه به آنها نکنی. رسول اکرم سخنش گوش کنین میگوید حیا کلش خیر است. ابو سعید خدری چی میگوید؟ کان حیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد من العذراء، اشد حیاء من العذراء فی خدرها. رسول اکرم میگوید، ابو سعید خدری میگوید حیای پیغمبر تا چی اندازه بود؟ تا اندازه بود که یک عروسی که در زیر چادر است چقدر حیا دارد. روز اولی که عروس به خانه شوهر می آید بی نهایت یک حیای کلان او را احاطه کردگی است. ابو سعید خدری می گوید رسول اکرم حیاش از اون زن ده دیده زیادتر بود. ما و شما البته پیشوای داریم، باید حیا را البته چکار کنیم؟ پیشه خود و شعار خود بسازیم. اگر چیزن ما و شما است در پهلوی ما و شما رفتن در یکان گناه نیست، شر نیست، دست در گردن او، دست در دست او حواله کنیم. و شما خدا رحمت و مغفرت کند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دوره های خلافتش نمیگه وقتی در کوچه اگر زن با شوهر در پهلوی یکدیگر میدید با دره میزد، میگو شما پهلو در پهلو ننشینین، زیرا این یک کسلی هست که در دیگر انسان ها تأثیر میکنه. شما اگر زنی تو هست یا این شوهری تو هست در خانه در آمده در پهلو یک دیگر میشینین، در کوچه نه. امروز نین نشستن زن با مرد در کوچه ها چی یک تأثیری بدی رسانید که امروز نه اینکه یک دست در دست او، بلکه امروز جوانهایی که در نکاح حلال خود اون زنها نیست یکدیگر را آغوش میکنند، یکدیگر را مثال گردن او را در پیشی بری خود میگذارد که در کوچه ها ما و شما آشکارا میبینیم. وای بر حال اونها، چی میشود در نزد خدا چی جواب میگفته باشند؟ قسم به خدا اگر در همون زمان جان او را خدا بگیرد، ایمان در وجود او نیست. از این مسئله البته ما و شما دور باشیم.